با درود به شما عزیزان، جلال بر نام عیسی مسیح، مسیح خداوند. خداوند رو شکر میکنیم که مجدداً فرصتی شد و شرایطی به وجود اومد که بتونیم کلام خداوند رو پیگیری بکنیم، روی اون تفکر کنیم و با شما عزیزان در میون بذاریم این کلام نجات بخش رو. ای خداوند رو شکرت میکنیم برای این لحظه و می طلبیم خداوند و حضور تو رو ای پدر، حضور روح القدس رو خداوند که اون هدایت بکنه خداوند رو، در نام عیسی مسیح، مسیح خداوند، آمین. در برنامه گذشته اشاره کردیم به گناه، که چگونه انسان را از حضور خدا دور کرد و مانند دیواری قرار گرفت بین انسان و خدای قدوس. اجازه دهین در این مورد یک مثال داشته باشیم. به یک کامپیوتر و یا یک لپتاپ نو توجه کنید. شما می توانید برنامه های بسیاری روی آن داشته باشید و به خوبی از آن استفاده کنید و در واقع کامپیوتر طبق فرمان شما کار می کند و البته یک دستورالعمل هم دارد که از شما می خواهد که روی دستگاه خود یک آنتی ویروس داشته باشید تا کامپیوتر شما ویروس نگیرد، چون اگر ویروس گرفت دیگر به فرمان شما نیست و تحت کنترل دیگری می باشد و در واقع سرکشی می کند. و این اتفاقی بود که برای پدر و مادر اولیه ما، آدم و حوا، رخ داد. با سرپیچی از فرمان خداوند آنها دچار ژن نافرمانی شدند و به همان گونه که یک ویروس از یک دستگاه کامپیوتر توسط یک لینک یا یک ایمیل به کامپیوترهای دیگر اثر می‌گذارد، ژن گناه هم از پدر و مادر اولیه ما، آدم و حوا، به نسل‌های بعدی انتقال داده شد. البته در مورد کامپیوتر مسئله با یک آنتی ویروس حل می شود، ولی در مورد انسان چی؟ آیا خداوند برای ما نیز آنتی ویروسی در نظر گرفته؟ جواب بله. و در مطالب بعدی به روشنی به این آنتی ویروس اشاره خواهم کرد. حال برگردیم به ژن گناه. در انسان موروثی شدن آن همه یک تصویر غلط در مورد کودکان داریم و آن اینکه کودکان بیگناه می باشند، ولی چنین نیست، زیرا خشم، پنهانکاری و دروغ گناه است و ما به راحتی در اطفال خردسال خشم و پنهانکاری و دروغ را می بینیم. لطفاً به یک ویدیو تماشا کنید در این مورد. در کتاب رومیان فصل 3 آیه 23 می‌خوانیم: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می‌باشند. در کتاب پیدایش باب 2 آیه 17 خداوند به آدم گفت که اگر نااطاعتی کند و از درخت معرفت نیک بد بخورد خواهد مرد. اما شیطان به هوا گفت نخواهید مرد. سخنان کدام عملی شد؟ شیطان یا خداوند؟ وقتی آدم و حوا از میوه درخت ممنوع خوردن، چه اتفاقی برای آنها افتاد؟ در کتاب پیدایش باب 3 آیات 7 تا 19 و 23 می‌خوانیم:
آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که اوریانند. پس برگ‌های انجیل به هم دوخته سترها برای خیشتن ساختند و آواز خداوند را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می‌خرامید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان پنهان کردند و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که اوریانم، پس خود را پنهان کردم. گفت که تو را آگاهانید که اوریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوانه مود که خوردم. پس خداوند خدا به مار گفت چون که این کار کردی از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی، بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت زن می‌گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. و به زن گفت علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با علم فرزند خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. و به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که ام فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. حال چند نکته را با هم بررسی کنیم. یک، اوریان هستند. مگر قبلا لباسی پوشیده بودند که اکنون اوریان می باشند؟ دو، خداوند گفت آدم کجا هستی؟ مگر خدا نمی دانست که آدم کجاست؟ چرا؟ می دانست. آدم در موقعیت قبلی خود نبود. اگر خاطرتان باشد خداوند آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. خدا به چه صورت بود؟ خدا به چه صورت هست؟ خدا به صورت روح می باشد. و آدمی که به صورت خدا آفریده شده بود به صورت روح بود. و زمانی که آدم گناه کرد از بعد روحانی به بعد جسمانی سقوط کرد و از حضور روح خود در خداوند دور شده و در روح مرد. و زمانی که در زندگی جسمانی قرار گرفت طرز تفکر او نیز تغییر کرد. خداوند به آدم گفت چرا این کار را کردی؟ گفت این زنی که قرین من کردی، این زنی که تو به من دادی، در واقع گناه خود را منکر شد و آن را توجیه کرد. و خدا به حوا گفت تو چرا این کار را کردی؟ و حوا گفت مار مرا اغوا کرد. و حوا نیز گناه خود را منکر شد و آن را توجیه کرد. پس خداوند مجازاتی برای آنها در نظر گرفت. برای مار بدو گفت از جمیع بهایم و حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی، بر شکمت راه خواهی رفت و خاک خواهی خورد. عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می‌گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. ذریت مار و یا شیطان چه کسانی هستند؟ و ذریت زن چه کسی است که سر مار را می‌کوبد که در دروس بعدی اشاره می‌کنیم؟ و برای زن خداوند میگوید علم و حلم تو را بسیار افزون گردانم و با علم فرزند خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی میکند.
بنابراین در زندگی روحانی که خداوند برای حوا در نظر گرفته بود، درد زایمان نبود و شاید تولید مثل در زندگی روحانی شکل دیگری داشت و بدین صورت کنونی نبود. و همچنین در زندگی روحانی قبلی زن و مرد برابری کامل داشتند، در صورتی که اکنون خداوند به زن میگوید که به شوهرت اشتیاق و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. و برای آدم خداوند به آدم گفت به سبب گناه تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن رنج خواهی خورد و خار و خس نیز برایت خواهد روید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد. پس در زندگی روحانی که خداوند برای آدم در نظر گرفته بود، رنج و عذاب نبود و خوردن علف صحرا و خوردن نان به عرق پیشانی. بنابراین توجه کنین که حرف شیطان دروغ بود و سخنان خداوند عملی شد. خداوند زندگی روحانی را برای آدم و حوا در نظر گرفته بود تا با آدم و حوا هم نشینی و هم صحبتی داشته باشد. در دروس بعدی بررسی می‌کنیم که این خاص و نقشه خداوند چه شد و چگونه خواست خداوند عملی می‌گردد. تا درودی دیگر، بدرود.